Erman. Çiçoğu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben geldim denen sere mukaddesi hadisi inşallah sallallahu aleyhi rivayet derim. Ama nisbeti ve bakiye şuhada onun tu tarih varizi. Tu tarih hast. Hem un rivayet dere, un bakiye tu tarih varizi. مسئله این که این 40 همون سال بوده یا 40 سال دیگه یه بحثیه. بعضی کتاب راجع بهش نوشتن، قرائن داخلیه و خارجیه و اینا رو جمع کردن و اما از حیث المجموع استبعاد این که سال دویم بوده، این استبعاد فی محله و استبعاد این که اومدن اهل بیت همون 40 اول بوده، این استبعاد درست نیست. چرا؟ چون اگر ما ملاحظه کنیم سیوم یا پنجم سفر شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها بوده، وقت فرداش پس فرداش دو روز دیگه سه روز دیگه در اومده باشن، چون اول ماه صفر الاحزان وارد دمشق شدن. یه هفته هم بعضی تواریخ داره که عزاداری کردن، وقت یه هفته بعد از اول صفر هفتم هشتم در اومده. با این قرینه که ملاحظه کنید از کوفه تا مکه تو روایات داره در حج عادتا دو هفته می رفتن، اما بعضی هم که سریع می رفتن یک هفته می رفتن از کوفه تا مکه. با اینکه از کوفه تا مکه بیش از 2000 کیلومتر ظاهرن و از شام تا کربلا کمتر 2000 کیلومتره، شاید 1000 خورده بیشتر نباشه. وقت اگر از شام تا کربلا خیلی کمتر از 2000 کیلومتره، این وقت یه هفته عادی اومده باشن. بر فرض حالا بگیم یه هفته 8 روز 10 روز مثلا اومده باشن، اما مونده باشن تا سال دیگه خیلی بعیده. و اما اینکه از کوفه تا شام چرا انقدر طول کشیده، به خاطر اینکه مستقیم نبردن اسرا رو از کوفه به شام، چرخوندن توی شهرها، لذا از کوفه بردن موصل، از موصل بردن حلب، از حلب بردن به دمشق. میخواستن اذیت کنن، درا رو دور کردن، پیچوندن. اگر نه اگر عادی میمدن از کوفه به شام شاید یه هفته قبل ماه صفر الاحزان میرسیدن به شام. لحاظا خود این مسئله که سال اول بوده یا دویم، این با سال اول بیشتر میسازه. یکیش هم از قرینه این که جابر بن عبدالله اونجا بوده روز شهادت امام حسین علیه السلام، همون روز
توی مدینه خبر بین بعضی ها منتشر شد که حضرت شهید شدن، همون قصه قاروره و خاکی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ام سلمه داده بودن و ام سلمه دید خون شده، این نقل کرد، یعنی فهمیدن. وقتی جابر در اومده از عاشورا تا اربعین 40 روز خیلی آروم هم اومده باشه، همون اربعین اول بوده جابر رسید، نه اربعین سال بعد. نه، حالا ظاهرن همون اربعین سال اول بوده که اهل بیت رسیدن به کربلا. بله، نه، 40 یعنی 40 روز، اما نسبت به 40 امام حسین علیه الصلاة والسلام 20 صفر تعیین شده که معلوم میشه 20 صفر اون وقت 40 بوده تو اون سال، چون وقتی که حساب کنید روز عاشورا حساب میشه دیگه، 11 روز فردای شهادت، نه روز شهادت، اینجوری حساب بکنید ظاهرا 20 صفر اون سال 20 صفر بوده 40. مثل روایتی که داره نسبت به شهادت حضرت زهرا صلوات الله علیها 95 روز، یه روایت داره که روز 3 شهادت حضرت زهرا بوده، وقت اون وقت 95 روز میشده روز 3 حسب اینکه ماه های صفر و ربیعین و روز بله 3 جماد الثانیه میشه. نسبت به 75 روز تو ذهنم نیست که روایت خاصی باشه که چندم ماه جماد الاولا بوده، لذا متعارف بود تو عراق 3 میگرفتن روی همین احتمالی که 75 روز 3، اما نسبت به 95 روز چون روایت داره روز 3 وقت اون وقت می شده 3. خود زیارت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، زیارت الاربعین که تو روایت حضرت صادق علیه السلام اومده، همین برای ما کافیه که قبل از امام حسن عسکری این بوده. و عرض کردم یه وقت وقت امام صادق هم علیه السلام ظاهره فرمایشون که اندر تفاع النهار تزور 40، این که معلومه یه چیز معروفی بوده، چون خود الفلام قرینه الفلام عهده، بلی وقت همینجا من عرض کردم تو روایت امام حسن عسکری صلوات الله علیه که یکی از 5 از علائم ایمان زیارت 40، اون 4 دیگه امام حسن عسکری جدیدن نفرمودن، ظاهرش این از قدیم بوده، هم صلات 51، هم
تختم بالیمین، جهر بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عسکری فرمودن از علائم ایمانه که اینا اصلا از قبل بوده و از این قرینه، قرینه سیاق بهش میگن، برداشت میشه که زیارت الاربعین هم از قبل بوده، حالا غیر فرمایش حضرت صادق علیه السلام. بله 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 از حضرت صادق علیه السلام نقل شده. من نمیدونم که جلوتر حضرت صادق هم علیه السلام از ائمه قبل این زیارت اربعین نقل شده یا نه، نمیدونیم. به نتیجه ائمه علیهم السلام همشون در حکم هم دیگه هستن، نور واحد هستن. زیارتیه که امام صادق علیه السلام نقل فرمودن. اون یه روایت دیگه است، اون یه روایت دیگه است، زیارت اربعین که السلام علی ولی الله و حبیبه اولش که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، این توش و بدل مهجته او اومده، توش هم نیست که برو پشت بام، اون توی روایت دیگه است، اشکال نداره، یعنی تنافی نداره با هم دیگه. نیست توش، تو اون زیاره من طور زیارت عاشورا که داره دو رکعت نماز، اما زیارت این که بره پشت بام، این اصلا در لغت عربی اسمش زیارت نیست. گاهی عرض کردم زیارت یعنی حضور، این که میگن زیارت اموات یعنی آدم بره اونجایی که اموات دفنن، نه اینکه تو خونش بشینه سوره فاتحه بخونه. یا اینکه یک کسی میگه در عربی زیارت کرد فلان کس را، امام صادق علیه السلام را، یعنی رفت خدمتشون. فقط در اصطلاح روایات نسبت به معصومین علیهم السلام یه مش یا عده استثناءات هست، یکشم همینه که از دور سلام کردن اسمش رو زیارت گذاشتن. اگر نه زیارت حضوره، زیارت امام حسین یعنی بله بله عرض می کنم. میخواد بفرماید که چی شده؟ حضرت فرمودن، عرض کنم اون روایته که دارید می فرمایید غیر روایت حضرت صادق علیه السلام در زیارت اربعین. این مطلقه. بله سلام علیکم. بله فرق میکنه.
باید اون شهیدی که غسلش نمیدن، کفنش نمیکنن، فقط نماز برش میخونن و دفنش میکنن، اون شهیدی که در جنگی شرکت کرده باشه که به اذن امام معصوم یا پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه اجمعین باشه. اما اگر نه، اگه اذن فقیه جامع الشرایط بود، اونم بنابر قول ولایت اونم همین حکم داره. اما اگر کسی ولایت حس میگه نه، اون حتی اگر اذن مرجع تقلید باشه باید غسل بدن، کفن بکنن. یعنی این اختلافیه در غیر خود معصوم علیه السلام یا نایب خاص. اگه معصوم زمان خودشون کسی رو فرستادن برای جنگ، اونم همین حکم داره، کفن و غسل نداره، کفن و غسل نداره. اما در زمان غیبت کبرا اگر فقیه جامع شرایط بی اذنش بود که یقیناً بالاجماع غسل و کفن داره، اما اگر به اذن فقیه جامع شرایط بود، مثل قصه ای که از سید محمد مجاهد نقل میکنه رضوان الله علیه در 200 سال قبل، این اگر اینجور باشه، اون بحثیه که مبنی بر ولایت حسبه است یا نه ولایت عامه از حسبه. اگه ولایت حسبه باشه اونم باید غسل و کفنش بکنن حتی با اذن فقیه جامع شرایط. اما اگر ولایت فراتر از حسبه باشه، نه اون دیگه غسل و کفن نمیخواد. نه دیگه شکی نیست که فرق میکنه، مراتب داره اینا. بله؟ نه دفاع اذن نمیخواد. در دفاع؟ بله بله، همه جا غسل داره. اگر دفاع به اذن بود، مثل جنگای پیغمبر صلی الله علیه و آله که دفاعی بود، همش جنگای امیرالمومنین هر سش دفاعی بود، اونجا چون امام معصومه غسل نمیخواد. اگر نه یک کسی حمله کردن به خونش، این دفاع کرد از خودش و کشته شد، چرا این غسل و کفن داره؟ همین شهیدی که غسلش نمیدن، تکفینش نمیکنن، اون شهیدی است که در اون شهید شده باشه در جنگی که به اذن معصوم علیه السلام باشه، یک، یا به اذن نایب خاص. یعنی مثل بعضی جنگهایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خودشون شرکت نمیکردن، اما کسایی رو میفرستادن، اون لا یغسل ولا یکفن. اما اگه شهید به اذن امام معصوم نبود، به اذن فقیه جامع شرایط هم نبود، ولو حکم شهید داشته باشه، مثل آدمی که دفاعا کشته میشه، اما تغسیل و تکفین داره. چی؟ بله، چون که همینجور روز قیامت محشور بشه، چون روز قیامت روایت داره انسان با همون کفنش محشور میشه روز قیامت، مگر منافقین و اینا که لخت عور میان. اگر نه مؤمنینی که کفنشون میکنن با همون کفن میان. لحظه تو روایت داره کفنهای خوب بکنید اموات را، چون روز قیامت تنوقو فی الاکفان، یعنی تنوع، با همون کفن محشور میشن روز قیامت. و شهید نه، با همون وضع لباس خونی و اینجوری میاد تو محشر حسب روایت که داره. بله بله
اونم معلوم نیست، قرص قایم نیست. بله گفتن نه بله اما در حج یه عده از فقها فرمودن برداشت از بعضی روایات کردن، اما یه عده دیگه هم قائل نیستن، اجماعی نیست که در حج مستحب باشه نیت را به زبون بیاره. تو ذهنم اینه که اجماعی نیه مسئله، وقت در غیر حج که هیچ چیز دلیلی نداره به زبون آوردن. اگه وسوس هم باشه که بنابراین که وسوسه حرامه، مثل کار حرامیه، همین چون چیزی نیست، چون عبادت میدونم آخه این به عنوان عبادت داره میگه، عبادت دلیل میخواد، امر میخواد. این که نیتش را در نماز ظهر به زبون میاره به عنوان عبادت داره میگه، وقت دلیل میخواد، دلیل نداره. یعنی لغوه بله، لحاظه همین لحاظه آها بله بله نه لحاظه خود مکروه هم دلیل میخواد، ولو قاعده تسامح باشه دلیلش، اما به نتیجه دلیل میخواد، یعنی بلوغ میخواد، من بلغهو میخواد، بلوغ حسی نه حدسی. چرا یه عده ای از فقها قائل نیستن خصوصا در متأخرین؟ واقعش اینه، نهی هایی که شده، این نهی ها وقتی که اعتبار سندی نداره یا اعتبار دلالی نداره یا اعتبار نداره، کم سندش هم دلالتش درسته اما اعراض ازش شده، وقت حمل بر حرمت نمیشه که ظاهرش باشه، حمل بر کراهت میشه، وقت این کراهت اونقدری که مسلمه اینه که یک مبغوضیتی داره که تعبیر ازش کردن به حزازت. حزازت یعنی یک نوع تنفر، موجب تنفره، وقت این تنفر خصوص اقل ثوابن این دلیل نداره، ممکنه اقل ثوابن باشه، اما اینکه به جزم آدم بگه مثلا نماز تو حمام خوندن که مکروهه یا نماز در قبرستان خوندن که مکروهه، این معناش اینه اگه این نماز تو خونش میخوند ثوابش بیشتر بود، تو قبرستان یا تو حمام که خونده ثوابش کمتره. اقل ثوابن تو هیچ دلیلی وارد نشده. خب پس چرا نهی شده؟ نهی شده یک حزازت داره، یعنی مرافق با خود این نماز، چون توی قبرستانه، چون توی حمامه، یک حزازتی هست که اون سبب شده که نهی ازش شده. نه اجتماع همین مثالی که الان عرض کردم، اگر یک کسی گفت هر کی بیاد تو خونه من بنایی بکنه مثلا روزی یه دینار بهش میدم، خب دو نفر اومدن، یکیشون مؤدبانه بنایی میکرد، یکی دیگه مؤدبانه بنایی نمیکرد، با غیر مؤدبانه بنایی میکرد، که صاحب خونه خوشش نمیمد از این کار، یعنی در وقت بنایی اون کاری که میکرد اون صاحب خونه خوشش نمیاد، حالا یه دینار کمتر بهش میده؟ نه، این ازش خوشش نمیاد از این کاری که در بنایی داره میکنه. حزازت یعنی این، اما معناش اینه که از یه دینار به اون کمتر میده، چون در وقت بنایی یه کارایی میکرده که صاحب خونه خوشش نمیاده. وقتی که خدای عز و جل
از یک کاری خوشش نمیاد، نه در حد حرمت، در حد مرتبه لا اقتضائی، مرتبه کراهت. این معناش اینه که اون ثوابی که قرار داده شده برای اون عبادت در این حال کمتر میشه، معلوم نیست، شاید کمتر بشه، اما دلیل نداره که کراهت در عبادات یعنی اقل ثوابا همیشه، شاید، وقت شاید دلیل نیست، ممکنه چیز دیگه باشه، همون که حضاضتی که جماعتی از فقهای متأخرین گفتن. بله بله، نه نماز خوندن در قبرستان حتی اگه روز باشه مکروهه. دلیل داره، روایت داره که تو قبرستان نماز نخونه، نهی داره دیگه. وقت نه 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 فرق، حرم رو نمیگن قبرستان، ولی توش قبر هست، ولی پر قبره، اینو بهش قبرستان نمیگن. اگر اینجور باشه منصرف قبرستان از مثل حرم ها، تو حرم امام حسین علیه السلام از همون اول قبرستان بوده، شهدای کربلا رو کجا دفن کردن؟ پایین پای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و حضرت علی اکبر علیه السلام. اما با اینکه مکرونی اونجا نماز خونده، نه اصلا قبرستان نمیگن، به حرم کسی میگه قبرستان نمیگن، منصرف قبرستان به اینجایی که اموات دفن میکنن. خب نمیدونیم، اگر گفتیم قبرستان منصرف نیست، وقت نسبت به حرم حضرت سید الشهدا اینو بگید، نسبت به حرم حضرت معصومه علیه السلام هم از کجا میاریست اینو دیگه؟ ظاهرا منصرفه. قبرستان که گفته میشه یعنی تا همین حالا که بهش وادی میگن عربی، ظاهرا اونه قدر مسلمش، اگر هم شک کردیم اقل اکثر دیگه قدر متيقنش اون میشه. انصراف بی پدر و مادر نی، انصراف یعنی ظهور، یعنی ظهور، یعنی نه آخه ظهور حجته، یعنی ظهور این شامل مورد مثل حرم ها نمیشه. این که دلیل داره که نماز خوندن در مقابر مکروهه، منصرفه، یعنی محرز نی که مقابر، حتی حرم امام حسین رو میگه، حتی حرم حضرت معصومه علیه السلام میگه صلوات الله علیه و اجمعین. نه یعنی ظهور نیست، خب ظهور که حجته، انصراف اگه ظهور بود انصراف خلاف دلیله. بله، اما اگه ظهور شک شد درست از عدم ظهوره. ما دو جا یک از اصالت ظهور داریم، یکی اصالت عدم ظهور، دو جا فرق میکنه. اگر لفظ عرفن شامل میشه، فقط من شک دارم معصوم علیه السلام که این را فرموده اراده کرده این را یا نه، اینجا اصالت ظهوره، اصل اراده است. اما اگر شک شد در اینکه اصلا این لفظ از نظر عرفی شامل میشه یا نمیشه، اینجا اصالت عدم ظهوره. یه وقت شک در اراده است، اصل اراده است که اصالت ظهوره. یه وقت شک در اصل دلالته، ناس عدم الظهور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.